سلام و شب بخیر به شما بینندگان عزیز در خدمت شما هستیم با اخبار شیه در افق پانوراما فیلم سینمایی بانوی بهشت در چهارمین اکران خود در عراق در استان کوت با استقبال چشمگیر دوستداران و محبان اهل بیت اسمت و تهارت علیه السلام و با حضور چهره های مردمی و رسمی مواجه شد گفتنی است این فیلم به روایت هایی از زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و مصائب و سختی های آن حضرت و همچنین مظلومیت ایشان پس از شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله علی می پردازد. در پایان لازم به ذکر است پیش از این فیلم بانوی بهشت در دو بابل و نجف نیز به نمایش درآمده بود و با استقبال مردمی زیادی روبرو شده بود. سازمان مسلمان آزاده از مراکز مرتبط با دفتر مرجعیت آیت الله سید صادق حسینی شیرازی به مناسبت روز جهانی مبارزه با استام حراسی بیانیه ای صادر کرد و بر اهمیت تلاشهای جهانی برای مقابله با تبعیض و خشونت مذهبی تاکید کرد. این سازمان همچنین بر اهمیت همکاری با سازمانهای حقوق بشری و نهادهای بین المللی برای ارتقای ارزشهای مبارزه با تبعیز خصوصا تبعیز مذهبی تأکید کرد. در ادامه این بیانیه افزود، این سازمان از تلاش های فعالان حقوق بشر در مبارزه با تروریسم علیه مسلمانان قدردانی کرده و بر اهمیت افزایش آگاهی نسبت به چالش های پیش روی جوامع اسلامی در سطح جهان تاکید می کند. در پایان سازمان مسلمان آزاده خواستار محکومیت همه اشکال تبعیز و نجات پرستی علیه مسلمانان و لزوم احترام به حقوق دینی و انسانیان ها شد و بر آمادگی خود برای همکاری با نهادهای بین المللی و محلی برای ترویج فرهنگ مدارا و همزیستی مسالمت آمیز در سراسر جهان تاکید کرد گروهی از افراد ناشناس هنگام نماز با چاقو و پرتاب سنگ بر دانشجویان اهل افغانستان ازبکستان و آفریقایی حمله کردند به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از ایندیان اکسپرس گروهی از افراد ناشناس با چاقو و پرتاب سنگ بر سر دانشجویان اهل افغانستان، ازبکستان، آفریقا و برخی کشورهای آسیای میانه حمله کردند. گفتنی است در این حمله دست کم پنج دانشجو زخمی شدند. به گفته یه دانشجویان افغانستانی حمله کنندگان شعارهایی سردادن و اعتراض کردند چه کسی به آنان اجازه داده تا در خوابگاه نماز بخوانند حمله کنندگان همچنین به داخل اتاقهای دانشجویان یورش بردن و اموال آنان را تخریب کردند وزارت خارجه هند در واکنش به این حادثه تاکید کرد دولت ایالتی گجرات در حال انجام اقدامات جدی علیه عاملان این جنایت است نخست وزیر انگلیس با وجود برآورد دیوان محاسبات مبنی بر هزینه های بسیار بالای توافق ضد مهاجرتی رواندا همچنان از این طرح دفاع کرده و بر لزوم اجرای آن به منظور مقابله با هجوم مهاجران تاکید کرد در حالی که ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس در سال انتخاباتی تلاش می کند پروژه ضد مهاجرتی خود برای اخراج پناهجویان به رواندا را برخلاف حکم دادگاه عالی قانون اساسی پیش ببرد اما انتقادها به این پروژه همچنان بالا گرفته و شرایط دشواری را برای وی ایجاد کرده است دیوان محاسبات انگلیس روز گذشته اعلام کرد که پیمان بحث برانگیز پناهندگی برای اخراج مهاجران غیرقانونی به رواندا تا 9 میلیارد پوند 584 میلیون یورو برای مالیات دهندگان بریتانیایی هزینه داشته که این به طور قابل توجهی بیشتر از آنچه قبلا اعلام شده بود است دولت محافظ کار انگلیس تا کنون هزینه های 290 میلیون پوندی را برای این پروژه تایید کرده بود اما از گفتن اینکه لندن چقدر پول بیشتری به رواندا داده است خودداری کرد مخالفان با عصبانیت به این ارزیابی ها واکنش نشان دادند یوت کوپر سخنگوی امور داخلی حزب اپوزیسیون کارگر انگلیس در این باره گفت این گزارش رسوایی ملی را که محافظ کاران در تلاش برای سرپوش گذاشتن هستند افشا می کند وی تاکید کرد که در صورت اجرایی شدن این ته احتمالا تنها یک درصد از پناهجویان با چند پرواز نمادین به شرق آفریقا فرستاده خواهند شد و خبری از صنعت حلال در کشور اندونزی وزیر گردشگری و اقتصاد خلاق اندونزی تخمین زد که گردش پول گردشگری حلال این کشور پتانسیل افزایش 25 درصدی در سال 2024 را دارد ساندیاگا صلاح الدین اونا در مراسم افتاری در مسجد استقلال در جاکارتا گفت ما شاهد افزایش مصرف حلال خانوارها هستیم به افزود پیش میکنیم که تحرکات جامعه در ماه مبارک رمضان و عید فطر افزایش مصرف حلال را داشته باشیم تعداد افراد حاضر در مراسم افتاری در مسجد استقلال که به هفت هزار نفر رسیده است نیز این موضوع را تایید می کند به تاکید کرد که این وزارتخانه تلاش می کند تا شرکت های خرد کوچک و متوسط را در بخش اقتصاد خلاق در ماه مبارک رمضان با ارائه آموزش و راهنمایی تقویت کند وی در همین راستا اظهار داشت که اندونزی یک مقصد محبوب گردشگری حلال است همچنین این کشور به عنوان بهترین مقصد مسلمانان سال 2023 در فهرست جهانی سفر مسلمانان انتخاب شده است منابع خبری اعلام کردند پس از حملات هوایی پاکستان حملات راکتی این کشور نیز به افغانستان ادامه یافت که به درگیری مرزی در ولایت های پکتیا و پکتیکا منجر شده است به گفته منابع این درگیری مرزی در شهرستان دنپتان پکتیا و گذرگاه انگوراده شهرستان برمل پکتیکا رخ داده است و دو طرف از سلاحهای سبک و سنگین علیه یکدیگر استفاده کردند است. از سوی دیگر منابع نظامی و وزارت خارجه پاکستان به الجزیره گفت مخفیگاه فرماندهان تحریک طالبان پاکستان (TTP) یا طالبان پاکستانی را به دلیل فعالیت‌های تروریستی از آن سوی مرزها هدف قرار داده است همچنین سخنگوی حکومت طالبان با اظهار اینکه هشت غیرنظامی در این حملات کشته شدن تصریح کرد چون این حوادثی این نتایج بسیار ناگواری را در پی خواهد داشت که کنترل آن از اختیار پاکستان بیرون خواهد بود و خبری از افغانستان به گفته اداره راهنمایی و رانندگی هلمند بر اثر یک تصادف بزرگراهی در جنوب افغانستان دست کم 21 نفر کشته و 38 نفر زخمی شدند. رسانه های افغانستان یک شنبه 27 اسفند گزارش دادند که یک اتوبوس مسافربری نوع 580 با یک نفتکش و یک موتورسیکلت تصادف کرده است. پس از این تصادف اتوبوس مسافربری آتش گرفته و بسیاری از سرنشینان آن در آتش سوزی سوختند. گفتنی دلیل این تصادف تاکنون مشخص نشده اما خرابی جاده ها، عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از جمله سرعت غیرمجاز و در برخی موارد عدم آگاهی رانندگان از قوانین از جمله عوامل عمده در حوادث این, این ای افغانستان به شمار می روند. و اما خبر آخر بر اساس یک پژوهش واکنش مغزی هنگام گوش دادن به زبان مادری در مقایسه با زبانهای دیگر تقریبا حدود 25 درصد کاهش می‌یابد. در پژوهشی جدید با استفاده از روشی به نام تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی FMRI فعالیت مغزی گروهی از افراد چند زبان بررسی شد در این روش آنها به متونی که به زبانهای مختلف خوانده میشد گوش دادند هنگامی که این افراد که به پنج تا پنج و چهار زبان صحبت می زبان زبانهایی را شنیدند که در آنها مهارت بیشتری داشتند البته جز زبان مادری فعالیت قسمت های از قشر مغز که با شبکه پردازش زبان مغز درگیر بود افزایش یافت در همین راستا والینا فدورینکو عصبشناس شناس مؤسسه فناوری ماساچوست و نویسنده ارشد این پژوهش که روز دوشنبه در مجله مغزی کورتیکس منتشر شد گفت دلیلش این است که وقتی زبانی را به خوبی میدانید آن را پردازش می کنید و می توانید مجموعه کامل عملیات زبانی را درگیر کنید عملیاتی که سیستم زبانی در مغز را پشتیبانی می کند اما یک استثناء توجه محققان را به خود جلب کرد واکنش مغزی بسیاری از شرکت کنندگان هنگام گوش دادن به زبان مادری در مقایسه با زبانهای دیگر تقریبا حدود 25 درصد کاهش یافت.